روز 27 ژانویه که دیروز بود، البته روز بزرگ داشته کسانی بود که در جریان جنگ جهانی دوم و در تعقیب سیاست یهود ستیزی آلمان نازی در اردوگاه‌های کار اجباری جان خود را از دست دادند. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از مراسمی که به این مناسبت در یونسکو، نهاد علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد در پاریس برگزار شد، گزارش تهیه کرده. از کلمه تا نسل کشی، پروپاگاندای یهودی ستیزی و هولوکاست، تم امسال روز جهانی یادبود قربانیان هولوکاست است. 27 ژانویه سال روز آزادسازی اردوگاه آشویتس است و از 9 سال پیش روزی برای بزرگداشت یاد میلیون ها نفری که به غیر انسانی ترین شکل قربانی راه حل نهایی آلمان نازی شدند. مراسم امسال یونسکو در پاریس عواقب ناشی از نفرت پراکنی را بررسی می کند و نیاز به ترویج آموزش های مبتنی بر حقوق انسان ها را. We thought that it was particularly relevant in today's world. The barbaric acts. اعمال ددمنشانه‌ای که در سراسر جهان و اخیراً در فرانسه روی داد و به افراد کشاندن جوانان خاورمیانه موجب گسترش یهود ستیزی و نفرت در سخنرانی‌ها و شبکه‌های ارتباط جمعی ایجاب می‌کند که درباره گذشته و آنچه بر یهودیان گذشت تأمل کنیم. Great relevance to try to learn a little bit more from the past. در کنار مراسم اصلی و میزگردها، موزه یادبود هولوکاست نمایشگاهی با عنوان حکومت فریب، قدرت پروپاگاندای نازی برگزار کرد تا نشان دهد چگونه ابزارهای تبلیغاتی میتواند افرادی را به شرکت در نسل کشی و یا تحمل خشونت حکومت‌های دیکتاتوری ترغیب کند. روز جهانی یادبود قربانیان هولوکاست و تم امسال آن همزمان شد با سفر حسن روحانی به اروپا و خبر برگزاری جشنواره کاریکاتور هولوکاست در ایران که اعتراض دبیرکل یونسکو را هم به همراه داشت. سفیر اسرائیل در یونسکو با اشاره به اینکه صفحه روزنامه‌های اروپایی پر شده از عکس خندان رئیس جمهوری ایران، از اینکه هیچ نهاد قانونگذار و مقام اروپایی به این جشنواره اعتراض نکرده انتقاد می‌کند. این زمانی است که رهبران هنگام دست دادن با رئیس جمهوری ایران به او گوشزد کنند که انکار هولوکاست همراه با تهدیدی برای اسرائیل غیر قابل تحمل است و بار دیگر سایه حکومت نازی را در سیاست‌های جمهوری اسلامی متبور می‌سازد. آنان که در برابر این اقدام ایران سکوت می‌کنند، در برابر اقدام و بیانیه‌های ایران خاموش می‌مانند. باید از هولوکاست درس بگیرید. سفیر اسرائیل در یونسکو میگوید درک میکند که جامعه بین‌المللی موضعی مشترک با کشورش درباره توافق هسته‌ای با ایران نداشته باشد، اما از همه میخواهد در مورد رفتار رهبران ایران سکوت نکند. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، پاریس.